بریم آموزش یه آش زمستونی ضد سرماخوردگی رو ببینیم. آش لبو. سلام خدمت دوستان، امیدوارم که حال همتون خوب باشه. از اونجایی که طرفداران و دوستداران آش زیادن، امروز من آموزش آش آوردم براتون، یعنی به تجربه خودم. من که آشپز نیستم، بارها گفتم نه آشپزم نه سرآشپزم، تجربه خودم رو با شما به اشتراک میذارم. این آشی هم که میخوام امروز درست کنم آش لبو هست که با توجه به رسیدن فصل زمستون خیلی مهمه که درست کنیم، به خاطر اینکه میگن ضد سرماخوردگی، ضد آنفولانزا و حالا خواص دیگه‌ای هم داره، ولی خب برای زمستون خیلی عالیه. ما برای این آش که طریقه های مختلفی داره، بعضیا با رشته درست میکنن، نخود لوبیا و رشته، بعضیا با جو درست میکنن، خیلی مدل های روش های متفاوتی داره. من به روش خودم این هستش که مواد این آش جو هست، جو پوسکنده دو سر که من برای 4 نفر 1 پیمانه و نیم، یعنی 1 فنجون و نصف جو دو سر می‌ریزم. عدس هست که نصف فنجان، ماش هست نصف فنجان، پیاز و سیر و سبزی آش هم که داریم، سبزی آش همون تره و جعفری و اسفناج یا برگ چغندر هست. در بعضی از روش ها فقط توی این آش جعفری و گشنیز میریزن. من خب سبزی آش چفتم با برگ چغندر و اینا، چون اسفناج هنوز فستش نشده. و این آش لبو لازم داره که مهمترین موادش همون لبو هستش که چغندر قرمز بهش میگن. و برای پخت لبو من بگم، من پختم لبوامو توی زودپز چون خیلی دیر میپزه. برای پخت لبو و شلغم این قسمت رو نگیرید، کامل بشورید و بذارید که بپزه، به خاطر اینکه میگن هم شلغم هم لبو وقتی که این قسمت رو میگیریم و میذاریم بپزه، تمام خواصش خارج میشه و میره داخل آبش. شما اول هم یا شلغم یا لبو میپزید و بعد از اینکه پختی پوست میگیرید و حالا اینا اضافه هاشو ازش خارج میکنید. الان اینجا جاشه که برای پخت لبو هم تجربیاتی که دارم رو بگم. من لبو میپزم برای بچه‌ها به روش بازاری. چجوری؟ این که همین که گفتم که حالا دومش اینا رو جدا نمی‌کنم، می‌ریزم داخل زودپز می‌پزم، وقتی که پخت بیرون میارم، تهش و سرش رو می‌گیرم و برش می‌زنم، برش‌های حالا مثلا ورقه‌ای برش می‌زنم، دوباره می‌ریزم توی اون آب. اگر که شیرین نباشه یکمم شکر بهش اضافه می‌کنم. قدیما من عسل می‌ریختم، ولی گفتن که عسل خوب نیست توی آب جوش باشه و اینا، یا شکر یا نبات. یکم میندازم داخل آبش و اینا رو حلقه یارو میذارم توش میچینم. وقتی که میچینیم یه 10 دقیقه یه رو دیگه میجوشه، این شیرینی میره به لبوهای که حالا اگر شیرین نبوده، و خیلی خوش رنگ و قشنگ میشه. الانم من برای این آش اینا رو پختم توی زودپز. آب لبورم لازم داریم برای این آش و حبوباتمون رو، حبوبات که فقط عدس و ماش من استفاده میکنم با جو، از شب قبل خیس میکنیم، دوباره آبش رو عوض میکنیم، آب حبوبات رو که نفخشون از بین بره. اگر نخود لوبیا هم استفاده میکنید همینطور. و میذاریم برای پخت جدا جدا میذاریم بپزه، جو رو جدا چون پختش طولانی تره، و عدس و ماش رو من با هم میپزم چون پختش عین همه، میتونید که جدا هم بپزید. این آش رو با سرکه یا آبغوره میخورن، اگر حالت سرما خورده باشن که آبغوره بهتره، ولی خب نباشید و بخواد جلوگیری بشه، به جای کشک از سرکه استفاده میکنن، یعنی مدلش اینطوری. خب ما جوهمون رو گذاشتیم پخت با یه کوچولو روغن داخلش، و عدس و ماشمونم گذاشتیم پخت، اونم همینطور من یه کوچولو روغن میزنم. حالا پیازهای نگینی شدهمون رو داخل یه قابلمه بزرگتر سرخ میکنیم. داره قشنگ طلایی بشه. و نکته ای که سوپ و آش دارن اینه که پیاز سوپ نباید خیلی طلایی بشه، در حدی که سبک بشه کافیه، ولی داخل آش باید پیازمون کامل سرخ و طلایی بشه. بازم دوستان اگر آش خوشمزه‌ای میشناسید
من تا به حال آموزش ندادم اسمشو بگید. من همیشه کامنت های شما رو اگر که حالا غذایی بخواید که خودم تا حالا درست نکردم و بلد نیستم میرم چند جا سرچ میکنم، چند تا مدلشو میبینم و یه مدلی که مثلا میفهمم که این الان خیلی باید خوشمزه بشه و درست میکنم یه بار برای خودم. وقتی که حالا نکته هاشو به دست آوردم چه نکته هایی باشه و خوشمزه باشه حتما براتون آموزش میذارم. حالا ما زردچوبه رو اضافه میکنیم، یه تب که زردچوبه داخل این پیازامون خورد، من یکم فلفل سیاه هم میزنم، خب زردچوبه همون که تب خورد جو پخته شده همون رو اضافه میکنیم. و لبنه عدس و ماشی که پخته بودیم اضافه میشه با آبش. این تمام خواص عدس و اینا میره همون به آبش. تازگی ها ماش خیلی کم استفاده میشه، یعنی هر غذایی که ما میبینیم درست میکنن من دیدم ماش کمه. ماش خیلی خواص خوبی داره، مخصوصا برای اعصاب و اینا، برای آرامش اعصاب میگن خیلی خوبه. من ماش پلو زیاد درست میکنم، اگر بخواید آموزشش رو براتون میذارم، خیلی خوشمزه میشه. و اینکه اگر که بتونم توی آشام سوپا ماش رو استفاده میکنم چون خیلی خوب میشه. ولی برای شما که آموزش میذارم آش رشته و حالا چیزایی که کسی ماش استفاده نمیکنه داخلش، نمیریزم که نگر مثلا اشتباه بود این روش، ولی برای خودمون که درست میکنم یه ذره ماش رو میریزم. خب من الان باید یکم آب اضافه کنم. اینا که جوش اومد و یه ذره 10 دقیقه جوشید سبزیمو اضافه میکنم و الان لبوهامو، این لبوهایی که داخل این آش سلیقه‌ایه، میتونید ریز ریز خرد کنید، میتونید درشت بریزید یا میتونید رنده کنید. من خیلی ها دیدم که رنده هم میکنم. حالا من برم سراغ لبوهام، آب اینو بریزم یه جوش بخوره که لبوها رو بریم انجام بدیم. آب در حدی میریزیم که خودمون متوجه میشیم خیلی آبکی نشه، چون دیگه الان جو دیگه عدس و اینامون پخته، پختی لازم نداره. ما آبی می‌ریزیم که به اندازه پخت سبزی باشه و لبومون هم که پخته است. ببینید آشمون جوش اومد، من الان سبزی رو اضافه میکنم به آش. هم جلوی دوربین نباشه و میذارم دوباره جوش بیاد. اون موقع که جوش اومد زیرشو کم میکنم که سبزیمونم بپزه. الان نمک آش رو هم من اضافه میکنم، داخل حبوبات نریختیم به خاطر اینکه زود بپزه. یه هم میزنیم و زیرشو کم میکنیم، میریم لبوامونو درست کنیم. این الان آب لبوی منه که برای آش لازم دارم، گذاشتم کنار، با لبوام اضافه میکنم. و من برای روی این آش به این حالت قالب زدم لبوها رو که برای تزیینش. حالا داخل شما میتونید، گفتم، یا رنده کنید لبوهامون رو یا اینکه خرد کنید، ریز ریز خرد کنید. من الان از اضافه هایی که ستاره زدم اینا رو کوچولو کوچولو میکنم برای داخل آشم. شما میتونید تیکه‌های درشت‌تر بریزید، دیگه کاملا سلیقه‌ایه لبو ریختن. خب سبزی ما که پخت دیگه نیم پز شد، لبوهایی که من اینطوری ریز ریز خرد کردم رو اضافه میکنم. میتونید که رنده هم بکنید، انگار فکر کنم چند دفعه گفتم ولی من دوست ندارم حالت رنده. اضافه میکنیم اینو و حالا نوبت این قسمتشو خیلی دوست دارم، اضافه کردن آب لبوه، چون این آش بیشتر رنگش به قرمزی میزنه. خب آب لبونم اضافه شد دیگه، جوش که اومد درشو میبندیم. ببینید چقدر خوش رنگ شد. حالا به غیر از خواصش خیلی خوشگله این آش. جوش که اومد درشو میذاریم تا کامل آشمون جا بیفته. یکم هم سیر داغ درست میکنیم برای آخر.
سیرداغمون هم درست کردیم که توی آشای دیگه من بهتون گفتم چطوریه درست کردنشو که دیگه همه ماشاءالله بلده. اینم آشمون، ببینید چقدر خوش رنگه و خیلی هم خوشمزه شد. من میکشم آشو. من از 4 تا تیکه لبوی برش شدم استفاده کردم برای تزیین و گفتم این آش رو با آبقوره یا سرکه میخورن. اینم از آش لبوی ما، امیدوارم خوشتون اومده باشه. برای سرماخوردگی گفتم با آنفولانزا و اینا جلوگیریش خیلی خوبه، حتما درست کنید. و مرسی که تا الان همراه هم بودید. اگر کانال رو سابسکرایب نکردید خوشحال میشم سابسکرایب کنید، زنگوله هم بزنید برای اطلاع از آموزش های بعدی. به خدا میسپارمتون، خدا نگهدار.